یوسف بحرانی صاحب الهدایق اعتراف میکنه بر این که در احکام دین جز اندکی چیزی نمونده، برای که معلوم است کدوم یکیش به تقیه گفته شده کدوم یکیش نه. کافی ده خودش در این مورد حیرانه، در چه مورد تغییر رو انجام میدن؟ خب اخبارشون نشون میده که مرتبط به حالت ضرورت نیست، یعنی حتی ائمه تغییر میکردن اگرچه بقیه مردم کسی نبود، بین دوستانشون بودن. و کلینی از جلد 1 صفحه 265 و 266 میگه که من پیش ابو عبدالله بودم، یه شخصی از آیه از کتاب خدا سوال کرد، یه جواب بهش داد، دیگری اومد یه جواب دیگه بهش داد. میگه عجب، من قلبم داشتم با کار نیست که پاره میشد. من ابو خداده که از علمای بزرگ شام، اونا رها کردن در شام که از واو اشباهش اشتباه نمیکرد، اومدن پیش این همه اشتباه میکنه. بعد یه نفر سومی اومد با یه جواب دیگه داد. الان ببین چطوری بازی رو، من الان فهمیدم که این داره تغییر میکنه. بعد این آیه را خوند، ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونچرا که رسول به شما میگه بگیرید، اونچرا که نهی میکنه ازش دوری کنید. البته این دلیل بر حجیت سنته، نه دلیل بر حجیت سنت ائمه یا غیر ائمه. رسول غیر از دیگرانه. میگه ما این یه بهش اضافه میکنه، اون چیزی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله داده شده به ما هم داده شده، یعنی اون چیزی که ما بهتون دستور دادیم شما انجام بدید. ببینید حتی امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه چگونه ملبه خودشون قرار دادن که با قرآن داره بازی میکنه.